سلام، این قسمت میخواییم راجع به سینتیسایزر ها صحبت کنیم، کم کم کاملش کنیم این قضیه رو که اصلا سینتیسایزر ها چجوری باید باش کار کرد و بریم وارد مباحث ساخت صدا و اینجور داستانه بشیم. قبل از اینکه حالا وارد سینتیسایزر ها بشم چند تا چیز خیلی کوتاه و تعریف کنیم و این تعاریف رو داشته باشیم که بعداً ازش استفاده میکنیم. اولین چیزی که داریم مثلا اینه که صدا چی هستش؟ صدا نوسان مولکولای هوا درست میشه که گوش ما این نوسان رو دریافت میکنه، تبدیل به یه سیگنالی میکنه و میفرسته برای مغزمون که این چیز رو ما به اسم صدا میشناسیم. هر صدا سه تا ویژگی داره: پیچ، رنگ، لودنس یا حالا بلندی صدا. پیچ رو اول تعریف کنیم ببینیم چیه. پیچ یه ویژگی از صدایی که باعث میشه انسانها تشخیص بدن که صدا زیرتر یا بمتر نسبت به چیز دیگه ای هست. در واقع پیچ یه ویژگیه که زیر و بمی صدا رو تعریف میکنه. تعریف بعدیمون رنگ بود یا تیمبر. رنگ هم یه ویژگی از صدایی که باعث میشه انسان‌ها تشخیص بدن که دو تا صدا با پیچ یکسان با همدیگه تفاوت دارن. یه موج سینوسی رو مثلا در نظر بگیرید با یه موج اره‌ای، یک نوت یکسان داشته باشن. حالا این دوتا رنگشون، جنسشون با همدیگه فرق داره که حالا تشخیص میدید یکی یه صداییه یکی یه صدای دیگه. حتی از دوتا گیتار متفاوت یا نحوه نواختن متفاوت، تمام اینا روی اون رنگ صدا، جنس صدا یا تیمبر صدامون تفاوت ایجاد میکنه. پس اینم بحث رنگ صدامون. لودنس هم که واضح هست بلندی صداتون، یعنی شما اگه یک موج سینوسی داشته باشید، من اینو بذارم روی موج سینوسی ببینیم با هم دیگه، یک موج سینوسی داشته باشید به این حالت، این بلندی که از اینجا هست این میشه امپلیتیود یا لودنستون، یعنی از این قسمت این محور وسط تا این بالای بالا میشه امپلیتیود. خب این سه تا تعریف رو حتما باید انجام میدادیم، بعدا وارد بحث سینتیسایزرمون میشدیم. این قسمت من میخوام فقط راجع به اوسیلیتر صحبت کنم چون طولانی میشه اگه بخوایم کامل بگیم. بعد تو قسمت بعدی میایم چیزای دیگر رو میگیم، کم کم کاملش میکنیم و این که من روی سرم توضیح میدم، بعدم تمام چیزایی که اینجا توضیح دادم رو میام توی سینتیسایزرهای دیگه هم بهتون نشون میدم، مثلا توی سایلنت بهتون نشون میدم تمام چیزایی که اینجا توضیح دادیم و دیدیم. دلیلش هم اینه که سرم یه حالت ویژوال داره این قسمت، مثلا الفورم تعریف کنیم اینجا میبینید قشنگ تاثیرشه، ولی توی سایلنت چیز ویژوالی نداریم. بیایم داخل سرممون توی قسمت اوسیلیتر. تو تعریف صدا یادتون باشه گفتم نوسان مولکول های هوا، اوسیلیتر همون نوسان کننده است که صدا رو برای ما تولید میکنه. حالا اوسیلیتر A داریم، اوسیلیتر B داریم، اینجا تو بعضی ها مثل اومنیسفیر 4 تا اوسیلیتر داریم، البته اینجا داخل سرم هم 4 تا اوسیلیتر داریم، یه اوسیلیتر سابه، یه اوسیلیتر نویز، اوسیلیتر A، اوسیلیتر B. پس اوسیلیتر شد تولید کننده صدامون یا نوسان کنندم، که حالا این اوسیلیترها میتونن موجهای مختلفی رو تولید کنن یا ویفورم های مختلفی رو تولید کنن، که این ویفورم ها رو میتونید داخل سرم بیاید این قسمت انتخاب کنید. حالا ممکنه شما انقدر ویفورم نشته باشید چون خیلی اینا رو من جداگانه دانلود کردم، مثلا این قسمت دابستپا رو جدا دانلود کردم، میتونید برید ویفورم هایی که میخواید رو دانلود کنید اینجا اضافه کنید. نوع موجمون رو پس این بالا انتخاب میکردیم یا ویف تیبلمون رو یا ویف فرممون رو، حالا هر چیزی میخواید بهش بگید. این قسمت پایین 4 تا گزینه داریم، اولیش اکتاو، بعد سمیتونه، بعد فاین تیونه. اکتاو صداتون رو یک اکتاو میتونید باش ببرید بالا بیارید پایین یا دو اکتاو ببرید بالا بیارید پایین، پس برای زیر و بم کردن صداست. سمیتون نیم پرده نیم پرده میاد این صداتون رو زیر یا بم میکنه. هر نیم یک نیم پردهمون یک نوته، مثلا اگه شما نوت سی بزنید، اگه اینو نیم پرده ببرید بالا این صدای سی شارپ میده، با اینکه نوت سی دارم میزنم، یا اگه یک پرده ببرم بالا صدای دی میده با اینکه الان دارم سی رو میزنم. پس اینم سمیتون، سمیتون پیچتون رو
میتونه سیزی رو بم کنه. فاین تیون دیگه کوچیکتر از نیم پرده هست، یعنی پیچتون رو میتونید کمتر از نیم پرده بیاید زیرو بم کنید، یعنی ما بینش بذارید. مثلا اگه بخواید رو پرده صداتون رو زیر کنید یا بم کنید، اینو 50 تا میارید بالا. یه توضیح هم راجع به سنت و سمیتون بدم. هر 100 سنت ما یک سمیتونه، یعنی هر 100 سنت ما یک نیم پرده هستش. این قسمت آخرمون که حالا CRS نوشته مخففشو، با این میتونید دیگه مثل این سمیتون مقطع نیستش. ببینید سمیتون هم یکی یکی میرفت بالا و نهایتش هم 12 و منفی 12 بود، ولی اون CRS که اون آخر داریم این دیگه ممیز داره و تا 64 و منفی 64 هم میتونه بالا و پایین بره. دقت کنید. پس پیوسته هست، مقطع نیستش مثل این سمیتونمون که بگیم 1 2 3 4. 1 1 و 1 دهم، 1 و 2 دهم خورد خورد میتونید تغییر بدید و تا 64 تا. و یه توضیح دیگه هم بدم، ببینید اینو با موس بخواید کم و زیاد کنید بعضی وقتا سخت است که دقیقا رو عددی که میخواید بذارید. من اگه دقت کنید دابل کلیک میکنم، تایپ میکنم، اینتر میزنم. برای اینکه این گزینه رو فعال کنید، البته فکر کنم حالت دیفالت فعال باشه، ولی اگه فعال نبود میتونید بیاید تو این گلوبال دابل کلیک تو تایپ رو این قسمت روشن کنید. قسمت پیچمونم توضیح دادیم. این پایین که ویف فرممون رو میبینیم، اگر روش یک کلیک کنید به این حالت در میاد که ویف تیبلتون رو میبینید که موجهایی که توی این حالت هست رو بهتون نشون میده و با این ناب ویف تیبل پوزیشن میتونید پوزیشن این رو تغییر بدید که بگید مثلا از کدوم حالت این ویف تیبل بیاد استفاده کنید. من الان این ادیت رو بزنم، میایم اینجا با هم دیگه میبینیم 250 تا ویف داریم که الان دونه دونه بهتون نشون میدم. ببینید تقریبا همش الان اینجا شبیه همه، اونجایی که تغییر کرده رو اومده اینجوری نشون داده. الان مثلا 52 به این حالته، 103 به این حالته، 154 به این حالته. این ویف تیبل برای موجهای سینوسی بود. من اگه اینو بیام بذارم روی یه چیز، بذارید مثلا داب استپ بیارم، اونجا پیچیده تره. خب ببینید این الان به این حالته. هر قسمتمون اگه ادیتو بزنم 256 تا ویف تیبل داریم. که هر کدومش یه حالتی داره. این قسمت رو توی یه قسمت راجبه اددیتیو سینت گذاشته بودیم، یا اددیتیو سینتیسایزرها گذاشته بودیم. میتونید برید ببینید، اینجا رو توضیح دادم، ولی حالا جلوتر دوباره به این قسمت برسیم راجبش صحبت میکنم. پس این قسمت برای ویف فرممون بود. میتونستیم یه سری تغییرات اینجا بهش بدیم، یا حتی میتونید بیاید ویف فرم خودتون رو رسم کنید. به این حالت میتونید ویف فرم خودتون هم رسم کنید. حالا یه سری چیزا داره، مثلا نرمالایزش کنیم یه حالت موج سینوسی در میاد. راجع به این قسمت میگم، بعدا مفصل یه قسمت میذارم توضیح میدم توی صدا سازیمون، چون باید دونه دونه تمام این پارامترها رو توضیح بدیم که چی کار میکنه. میایم توی این قسمت پایین. این قسمت پایین، این ستا نابی که اینجا داریم قسمت یونیسنمون هست. یونیسن، دیتون، بلند. یونیسن تعداد صداهایی هست که از این اوسیلیتر خارج میشه با همین ویف فرمی که اینجا داریم. یعنی اگه روی 1 باشه یه دونه صداست، اگه بیارم 2 3 میشه 3 تا صدا، بیارم روی 16 تا صدا. میبینید زیاد میکنم، یه سری خطای اینجا نشون میده. این خطا همون تعداد صداها هستش. اینو هرچی بیشتر کنید مصرف CPUتون میره بالاتر، مصرف رم یا CPUتون میره بالاتر. به خاطر همین هم هست که رنگش میبینید قرمز میشه، سبز میشه. این دوره این عدده، اون نشون میده که مصرف CPU میره بالاتر هرچی بیشتر کنید. معمولا
بالای 8 تا فکر نکنم نیاز چه برید، ولی تا 16 تا میشه اینو زیاد کرد. دیتون اختلاف پیچه بین این صدا هاست. مثلا من 5 تا صدا دارم، همشون یک پیچه یکسان نرن. اگر 0 بذارم همه پیچه یکسان دارن. اگر اینو زیاد کنم، این 5 تا صدا همینطور که تو شکل میبینید پیچشون به حالت جزئی از همدیگه تغییر پیدا میکنه. ببینید این تغییر جزئیه، یعنی اینجوری نیست یه اون نوت یه دونه از صدا تغییر کنه، همش در حالت های جزئیه. تغییرش رو صدا بشنویم. حالا اگه بخوام بهتون توی یه دونه آنالیزر مثلا نشون بدم، این آنالیزر رو بیاریم تغییر اینو ببینیم توش. ببینید این الان با دیتون صفره، 5 تا صدا با دیتون صفر. وقتی دیتون رو زیاد میکنم دقت کنید ببینید پهنای این یه تیک قرمزی که اینجا داریم زیاد میشه، به این معنیه که یک پهنای فرکانسی بیشتری رو میگیره. چرا؟ چون که صداهایی که داره خارج میشه پیچه ها هر کدوم بالا و پایین شده به صورت جزئی. میبینید چاختر شد. پس اینم ناب دیتونمون بود. بعدیمون ناب بلنده. بلند در واقع یه جوری همون امپلتیوت هر کدوم از این صداست، یا ولوم هر کدوم از این صدا در نظر بگیرید. من اگه اینو بیارم تا تکم کنم دقت کنید اون صدای وسطیم از همه ولوم بیشتری داره، اونایی که کناریان خیلی کمن. اگه زیاد کنم کم کم میاد به حدی میرسه که بغلی ها بیشتر از وسطی میشن. خب اینم از قسمت یونیسنمون. تو قسمت بعدیمون فیز رو داریم. این دوتا ناب برای فیزمونه. فیز معنیش محل شروع روی این موجی که دارید هست. فیز 0 درجه یعنی از این اول شروع شه، فیز 90 درجه یعنی از این قسمت شروع شه، فیز 180 از این قسمت، 270 این قسمت و 360 هم که آخرش هستش. به درجه هم هست. این رندوم فیز معنیش اینه که هر بار که یک نوتی رو میزنید این محدوده زردی که الان بهتون نشون میده، اون رندوم فیز معنیش اینه که هر بار ما نوت میزنیم از یه جای این محدوده زرد رنگ شروع شه فیزش، یعنی فیز ثابت نره، هر نوتمون با یک فیز رندوم شروع میشه. ویف تیبل پوزیشن هم که بهتون گفتم اگر اینجا کلیک کنید موچایی که توی ویف تیبلتون دارید رو میبینید و با این میتونید بینش حرکت کن. این نابی که اینجا داریم برای ورپ هستش که حالتهای مختلف ورپ کردن رو داریم، سینک و بند و ریمپ و میرور و اف ام ای ام آر ام، که این حالتها رو جداگانه باید برای هر کدومش توضیح بدم و مثال بزنیم، مخصوصا این اف ام ای ام و آر ام که یه قسمت جدا راجبش داریم، فعلا با این کاری نداریم توی آموزشامون. این قسمتمون پن و لولمون هست. پن برای چپ و راست کردن صدای خروجی اوسیلیترتون، لول هم برای ولوم اوسیلیترتون هست. فقط یه چیز دیگه هم بهتون بگم، ببینید اینجا شما میتونید یک سمپلی که دوست دارید رو مثلا بیاید بذارید، بیاید صدای کیک مثلا بیارید درک کنید اینجا، به این حالت استفاده کنید. فکر نکنید مثلا کیک بیارم اینجا صدای کیک میده، مثلا ایش ربطی به اون نره. ویف فرم کیک رو میاد ور میداره. ببینید اینجا الان این کیک، خب این پایین رو دقت کنید دقیقا همون ویف فرمیه که این کیک داره. من کیک رو میارم اینجا، ویف فرم کیک رو نگاه کنید به این حالت اومده توی سروم، توی اون قسمت ویف فرم. اگه ادیتو بزنیم این پایین رو دقت کنید، اینا رو همه رو کنار هم بذارید، همون حالتی که این کیک داشت میشه. حالا اینم گفتم که بدونید
به درد میخوره. FFD هم میشه ازش گرفت. FFD یکم متفاوت تره. اوسیلیتر بیمون هم دقیقا مثل همین اوسیلیتره، یعنی تنظیمات دیگه ای نداره، کاملا مثل همینه. اوسیلیتر سابمون هم مثل همین اوسیلیتره، فقط دیگه توی اوسیلیتر ساب شما میتونید ویف فرم انتخاب کنید از این 6 تا ویف فرم ساده ای که داریم، میتونید یه دونش انتخاب کنید، اکتاوشو بالا پایین کنید، پنش کنید و ولومشو تغییر بدید. تو اوسیلیتر ساب فقط همینو داریم. این دایرکت اوت هم که اینجا هست، این باعث میشه دیگه سابتون این فیلتر رو دور بزنه، داخل فیلتر نره، یعنی صداش بدون این که فیلتر عبور کنه بیاد. نویز داریم، اوسیلیتر نویزمونم مثل همین اوسیلیتر هست، فیز داره، رندوم فیز داره که توضیح دادم، پیچ داره که میتونید پیچشو بالا و پایین ببرید. دیگه ببینید اینجا نیومده اکتاو سمیتون فاین تیون بذاره، کلن یه دونه ناب پیچ گذاشته که تمام هم کارها رو میتونید باش انجام بدید. بعد یه دونه حالت وان شات داریم، من اینا رو بیارم توضیح بدم. ببینید این اوسیلیتر نویز به معنی نویز که فکر میکنید نیست، در واقع یه حالت سمپلر داره، یعنی میتونید شما سمپلی که میخواید رو اینجا خودتون هم وارد کنید. انواع نویز ها رو اینجا داریم، انواع نویز های آنالوگ، یه سری سمپل ها داریم، مثلا سمپل کیک. من کیک رو میارم. ببینید این الان کیک هست ولی وان شات نیست، حالت لوپ در اومده. اگر این دکمه وان شات رو بزنم، حالت وان شات در میاد. پس این دکمه رو برای وان شات کردم. این پایینیمون برای چیه؟ برای اینه که این رو بیاره روی نوتای کیبورد. الان من همه این نوتا رو بزنم، یک صدا میدن از این بالای بالا تا این پایین پایین، ولی وقتی اینو روشن کنید صداتون زیرو بم میشه. خب پس اینم از اوسیلیتر نویزمون. تمام اوسیلیترهایی که داخل سرون بود رو توضیح دادیم. تو قسمت بعدی میام راجع به فیلتر صحبت میکنم و اگر شد راجع به ADSRهایی که این پایین داریم. خب این قسمتمون تموم شد. سوال داشتید تو کامنت ها میتونید بپرسید. کانال یوتیوبمون هم سابسکرایب کنید. فعلا خدافظ.